صبحتان بخیر خیر سپاس از اینکه بیننده برنامه صبح ها زندگی هستین و تازه های از جهان تکنولوژی ورزش سینما همچنین گزارشات زندگی از موین افغان تا ساعت ده برنامه صبح زندگی فراموش نکنین 15 دقیقه سلامتی برنامه صبح زندگی را فعلا شما به طور زنده بیننده هستین و بسته معلوماتی بود در رابطه با پیری گوش که پیری گوش چی هست بالا هم دکتر صبر امروز در برنامه با خود داریم که در رابطه با علل شنوایی و آفت شنوایی که با شکل درست انسان ها نمیتونن بشنون علل اصلی از چه می محیط نباشه با ما صحبت های می داشته باشن دکتر صاحب حسین فرید بیاد که امروز با ما هستن متخصص گوش و گلو دکتر صاحب خوش آمدین صحبتان بخیر سلام خدمت شما صبح شما هم بخیر در خدمت هستیم سلامت باشین دکتر صاحب میخوایم در نخست در رابطه با همین آفت شنوایی که انسان ها نمیتونن به شکل درست بشنون معلوماتی به ما بتین که این چگونه حالت هست بسم الله الرحمن الرحیم در جواب سوال شما بگویم که کاهش قدرت شنوی نزد uh -huh. اشخاص دو علل عمده وجود دارد. یکی ای که ایجنگ هیرینگ لوزس است یا کولت سن بالا uh -huh. این موضوع بسیار عام است برای پیش بیشتر و یکی سر و صداهای محیطی که در محول محیط کارش یا خودش ایجاد میکنه که سبب کاهش شنوایی پیش اشخاص میشه بسیار خوب حالا افرادی که به طور ناگهانی میان و آفت به این مشکل دچار میشن و نمیتونن به شکل درست بشنن یا همین شنواییشان کلا قطع میشه الا از از چی میتونه باشه ما دو نوع وضعیت پیش مریضات داریم یکی همه. کاهش شنوایی است یکی یکی قد ناگهانی شنوایی بله یکی به صورتی که مریض دیگه نمشنوه دیفنس یا کری میکنه یعنی کری مطلق با کاهش شنوایی فرق داره علتش مریض که کاهش شنوایی پیدا میکنه دلیلش آنان به وجود آمده نمیتونه <applause> مثلا مریض بعد از این میگه که من دکتر صاحب بعد از مثلا دو روز سه روز کم کم احساس کردم که شنوایی خود از <applause> دست داد که عمده گپ پی عامش پیش بیشتر اشخاص جدا از واقعات امروز که با سرش صحبت میکنیم سیرومین یا واکس گوش است که بعد از دوش گرفتن یا حمام گرفتن یک مقدار آب که داخل گوش میره پیش اشخاصی که واکس گوش شان وافر از زیاد از داخل گوش شان او سبب پونیدگی و سبب بندش مجرای می سوتی میشه که نمیتونه فرکانس های صدا انتقال بکنه مریض کاهش شنوایی پیدا میکنه <تصفح> او کسایی که باز کری ناگهانی مطلق دفتن پیدا میکنه وقات وایرال یا ویروسی هست که پیش اشخاص به وجود میاد بعد از یک زکام بعد از یک امراض طرق تنفسی اولوی خصوصا ویروسی به خصوص <تصفح> ویروسی پیشون به وجود میاد که سبب کری مطلق آنی پیش مریضا به وجود میاد که بازو مراقبت ها و تداوی های خود بسیار خب. حالا دکتر صاحب اگر شخصی با این مشکل مواجه میشه یا دوچار از این مریضی میشه چگونه بتونه خودش درک بکنه که با کاهش شنوایی مواجه هست چون اکثر کسایی رو ما میشناسیم که اینا با این مشکل با این مریضی دست و پنجه نرم میکنن ولی نمیفهمن که واقعا اینا مشکل اصلیشون چی بوده و اینا دوچار مریضی هستن سوال بسیار خوب همین سوال شما گپ پیشتر رو مجزا احساسه یکی مطلق است که مریض خودش شکایت کرده یکی مثلا خصوصا نزد اطفال همه. زیاد متوجه نمیشن اما خانواده بعد از اینکه اسمشان میگیره یا در یک کاری که میخوان برشان امرو نهی کنن متوجه میشه که طفل یا مو شخص داخل خانواده برس کتگوری سینی به وجود میاد اما متوجه میشن اشخاص مقابلش که این کاش شنوایی داره متوجه نمیشه چطور بعد از صدا کردن بسیار نرماله که ازای خانواده جوابگو هست و اموی جواب نمیده بعد از اون باز اینا متوجه میشن که باید پیش دکتر مراجعه بکنن که مبادا کدام مشکل در قسمت دستگاه شنوایی موجود باشه مم. یا وجود داشته باشه که بتونن حلش بکنن حالا این علائم نزد بزرگسالان و نزد کهنسالان چگونه میشه شناسایی شود فرق میکنه یکی یکی از علتایی که مثلا به صورت فیزیولوژیک یا وظیفه‌ای به وجود میاد سیرومین یا واکس گوش است این ای نزد اطفال و کلان میتونه که مثلا اطفال یک ذره زیاتر اوقدر متوجه نمیشه اما خودش وقتی که زیاد میشه خصوصا نزد اشخاص و کاهل و کلان سبب سرگیچی سبب سرچ سبب سرچرخیاب پیشون میشه گرفتگی در یک طرف احساس پوری گوش که مریض میگه که یک طرف احساس میکنه اون طرف گوش و ما پر است کدام چیز مشکل داره گوش رو هم بشنوه او بازده فرق میکنه وقتش بعض اوقات خود مریض میگه من صدای خودم میشنوم <applause> یعنی دوپلیکت میشه، دبل میشه، دو دفعه میگه من میشنوم او که باز میشه که باز ما در امراض های مختلف هم به وجود میاد هم در وقت واکس که ما گفتیم هم بود میاد که علت های مختلف داره باز آمش پیش ما اشخاص میتونه واکس گوش باشه انفکشن باشه انتانات باشه تومرهایی که داخل گوش از سبب کاهش شنوایی و پاس میتونه سبب کدی مطلق شوه و وقتی که مریضایی که خصوصا دخنیات الکل اینا استفاده میکنه سبب سر صدا داخل گوش میشه و همچنان سبب شنوایی نزد اشخاص بسیار خوب حالا میزان از این نزد بزرگ سالان کودکان و ببخشید بانوان فرق میکنه وی که به همه یکسان هست این میزان کاهش شنوایی نه خیر میزان همین کاهش قدرت های شنوایی نزد اشخاص فرق نمیکنه نظر به جنسیت اینا تفاوتایی هم <applause> زیاد به وجود آورده نمیتونه چون این میتونه واکس گوش است بیشتر زیادتر پیش کسایی که نژاد گندمی یا سیارنگ دارن زیادتر دا از نظر فیزیولوژیک اینا واکس گوششان وفرتر است که سبب بندش مجرای شنوایی میشه یک مثلا دیگه از نظر مشکلاتی که از فال اشخاص مختلف میشه در قسمت امراض باز او ارتباط میگیره در یک بحث دیگه که از نظر اقتصادی از نظر افزایش زندگی اینا پایانتر هستند نمیتونن رسیدگی خوب کنن امراض مختلف سبب امراض مختلف گوش میشه که میتونه پیش اشخاص به وجود بیاد بسیار خوب سلامت باشین دکتر صاحب ما در استودیو می و در رابطه با علل کاهش شنوایی با هم صحبت های بیشتر با می داشته باشیم اما فعلا بخش نسخه 15 قصد سلامتی ببینیم در رابطه با کدام دارو هست و این داروهای خودسر چقدر میتونه برای انسان ها آسیب برسانه صبحتان به خیر بازم به با صبح زندگی خوش آمدین 15 دقیقه سلامتی برنامه صبح زندگی را فعلا شما به طور زنده تماشا میکنید و موضوع امروزی ما علل کاهش شنوایی هست و دکتر صاحب حسین فرید بیاد امروز در برنامه صبح زندگی با ما هستند و در این رابطه میخواین صحبت های داشته باشند دکتر صاحب حالا اگر اشاره داشته باشین در رابطه به که ما چگونه میتونیم مراقب گوش های خود باشیم و مراقب از این باشیم که شنوایی ما آسیب نبینه و مشکل برای ما ایجاد نکنه سوال بسیار خوب بیشتر کسایی که میخواین مراقب خوب باشن به خاطر گوش خود که قدرت شنوایی خود از دست ندن یکی محیط سر و صدایی که بیش از حد سر و صدای وجود داره به خصوص کسایی که در استودیو کار میکنن کسایی که در فابریکات کار میکنن ماشینریایی که بسیار بزرگ هستن کار میکنن اینا زیاتر در خطر امی مشکلی که سبب کاهش قدرت شنوایی شوه وجود داره یک مسئله مسئله دیگه که میخوایم برای اشاره بکنم بیشتر در محیطی که در اجتماعی که امروز ما زندگی میکنیم زیادتر متوجه میشین که بیشتر طبقه جوان از گوشکی های ایدفون های تلیفون ها داخل گوش خود استفاده میکنن که یک صدمه بسیار جدی را برای اشخاص به وجود میاره که میتونه سبب کاهش قدرت شنوایی پیشان در آینده ها شوه و معیوبیت را معقد یا به صورت دائمی برشون بار بیاره این مشخصا ولات استفاده از گوشکی هایی از استفاده که استفاده میکنن و اینکه نوعیت گوشکی میتونه تصدیب داشته در شروع ما گفتم که دو علت عمده پیش اشخاص با وجود داره که سبب کاهش شنوایی میشه یکی اه... کولت است سن بالا میره یکی مسئله اه... سر سرصدا ها است که سرصدا را خ... امی خود شخص به وجود نه گوشکی های کدام ارتباط نداره فقط همین امواج صوتی بسیار بلند و مخرشه که داخل کانال گوش از طریق همی اتفونها یا همی یا ها یا که انتقال میتن میشه این مجبوریت موقت یا به صورت دائمی پیش اشخاص میتونه باشه بسیار خوب حالا کودکانی که این دوچار کاهش شنوایی میشن و علت اصلی از زکام هست یا بعضی مریضی های دیگه که نزدشان ایجاد میشه از این کودکان چگونه میشه محافظت کرد تا اینکه دوباره اینو حداقل بتونن امی شنوایی خود به شکل درستش داشته باشن پیام ما چی برای خصوصا خانواده در قسمت امی که اطفالشان در امراض طرق تنفسی علوی زکام و رزش سردوچار میشن کوشش کنن که با دکتر فامیلی خود یا با دکتر خود مراجعه بکنن و مشکل خود با دکتر خود در جریان بگذارن چون بعض امراض ویروسی هست که شاید فامیلا از امراضی که اطفالشان مصابیت به وجود میه متوجه هستن مثلا یکی از مسئولت عام امی میزان یا سرخکان میگیم که بیشتر فامیلا بلطیت دارن اطفالشان مصاب میشن باز دوباره کنترل میشن میره به طرفی بودی اما یک تعداد از اطفال میتونه معیوبیت دائمی به صورت دائم البته دیفنس یا کری مطلقه پیشان به وجود بیاره که باز در ها چون ما در اول بخش باشن نگفتیم که چون کری ها به صورت عموم به شکل سه نو است یکی کریای های کاندکتیو یا ناقله است مثلا ناقل شمی یعنی که در کانال گوشش در گوش خارجی و گوش متوسط یک مشکل ایجاد میشه نمیتونه امواج سوتی انتقال بکنه به گوش داخلی که بازو به با دماغ انتقال بکنه یک مثلا مسئله سنسینورال هیرینگ لوزاس یا به صورت حسی عصبی است که او باز مربوط میشه به گوش داخلی که بیشتر هر امراض ویروسی هم که کری مطلق و آنان به وجود میاره گوش داخلی نه مصاب میسازه که به صورت کری مطلق به وجود میاره که میتونه مایوبیت دائمی رو به وجود بیاره که یعنی غیر قابل تدویز باست و یکی شکل مکس هست کم میتونه به شما که کاندکتیف یا ناقله پیش اطفال و اشخاص به وجود بیا یکی به صورت هیرینگ که بس میتونه که هم این زمان هر دو حالت به یک جای, یک جای بکنه و مریض میوبیت پیش به بیاره شما هم تا ساعت ده با ما همراه باشین و پانزده دقیقه سلامتی برنامه صبح زندگی را فراموش نکنین و دکتر سای با ما می باشن و در رابطه درمان از این مریضی و وقایی از همچنان صحبت های می داشته باشن با ما اما فعلا بخش سخت و ساز پانزه دقیقه سلامتی برنامه صبح زندگی ببینیم در به چی هست خوبتان بخیر بازم با 15 دقیقه سلامتی برنامه صبح و زندگی خوش آمدین دکتر صاحب حسین فرید بیاد باز هم در برنامه با ما هستند و در رابطه با علل کاهش شنوایی صحبت هایی می داشته باشند دکتر صاحب حالا کسایی که به این مریضی دچار هستند و کاهش شنوایی دارن موضوعاتی که یا مختلفی که میتونن این کاهش شنوایی افزایش بده چی باید کرد کدام عوامل هست که میتونه تاثیر داشته باشه بالای افزایش شنوایی قبل که ما سر علت که افزایش پیدا میکنه مشکلشان باید بگیم که اسبابی که به وجود آورده مهم. پیش اشخاص چی است او را باید تشخیص بکنن خودشان مثلا پیش بعضی کسا در دوره طفولیت بنابر مشکلات و انتاناتی که سبب التهابات گوش شده پیشان مهم. و سبب از بین رفتن پرده سماق یا امو تمپانیک ممران یا پرده گوش شده پیششان اینا معیوبیت را از امو دوری طفولیت به وجود آمده پیششان گرفتن تا زمان که جوان میشن پیش دکتر مراجع میکنن از گوششان میگن که افرازات و دسچارت یا چرکی گپا میه و پرفوریشن یا تسقب وجود داره که او با به صورتی میگیم که یک التحابات مزمن گوش داخلی است یک مسئله از مثلا یکی از گپای بسیاری از اشخاصی که مثلا گوشایشان تسقب داشته باشه و یه یک مشکل داشته باشه که نه. شنوایی هم وجود داشته باشه همیشه قبل از اینکه اینا دوش میگیرن یا حمام همیشه کوشش کنن که امی ایر پلاک میگیم که او پیش دسترسی شاید مردم وجود نداشته باشه که به صورتی که یک سرپوش واره یک چیزی که داخل کانال گوش مونده میشه که جلوگیری از رفتن آب بکنه باید پخته یک مقدار پنبه را بگیرن با یک مواد چرب کننده یا واصلین اینا چرب بکنن در داخل کانال گوش بنن که آب داخل گوش نشه آب بازی جلوگیری بکنن این اشخاص کسایی که خصوصا تصقب یا سوراخ در پرده گوشان وجود داره دیگه وقتی که اینا مصاب به امراض تنفسی و گوش و گلو خصوصا از زکام و رزشی اینا بهشان به وجود میایه کوشش بکنن که پیش دکتر مراجعه بکنن دفتا تا ای که مشکلشان زیادتر و بیشتر رو تایی شوه که دیگه باز غیر قابل کنترل شوه دیگه پیش اشخاص که امراض های مختلف در خود گفتیم کانال گوش دارن میتونن که عوامل مختلف داره اسباب مختلف نظر به عموم مشکلشان میتونیم که باز با دکتر خود مراجعه بکنن و اسباب و اینایشان نظر به اعراض علایم و کلینیکش <applause> دکترش تصمیم میگیره و امرش ادایتای لازمی که داره میگن که از کدام کارا باید بپریزن هم. که یکی از گپای آمد که من پیشتر گفتم خصوصا در وقت بازی کردن یا دوش گرفتن زیاد توجه بکنن که آب داخل کانال گوشان نشه کسایی که مسابیت های دیر وقت میشه که می متوجه هستن از چند ماه ها گذشته دیگه که مشکل دارن میشه. بسیار خوب دا دکتر صاحب حالا من حیث جنبدی میخوایم در رابطه با درمان از این مریضی بر ما بوین که چگونه باید درمان کرد و راه های درمانش چی هست در قسمت پیشتر در اوایل برنامه گفتیم که یکی کاهش یکی هم. کری اگر کاش شنوایی داشته باشن وقتی که دکتر تثبیت بکنه خودشان متوجه میشه که من مشکل دارم <تصفح> سیرومین یا واکس گوش باشه او رو ما ریموف میکنیم میکشیم میشه مریض پس در حالت اولی که صد در صد میشنه و مشکل نداره و خودشان قناعت داره میتونه پس در زندگی عادی خود ادامه بدن هیچ کدام مشکل جور نمیکنه اما اگر مشکلات انفکشن باشه واقعات انتانی البته منتن و میکروبی باشه واقعاتی که تومورال هسته که از نظر دور نمانه اینا باشه مشکلاتی که خصوصا از نظر نوزادی اینا با وجود می که استینوز داره خصوصا اطفال متوجه میشن کانال گوششان خیلی بسته است ما در دا کلینیک داریم شاید شما متوجه شده باشین دیده باشین که هیچ کانال گوش ندارن اینا باز تداوی مثلا دوایی یا تداوی که مداخله جراحی ضرورت داره باید تداوی جراحی شون مداخله جراحی شون و واقعاتی که باز به صورت کریم مطلق هستند که باز اونها گوش داخلی را ساختن باز در امروز هم اونا میتونن جراحی‌های های مختلف را که در تبابت امروز به وجود آمده امپلانت میگیم که اون ساختمان که معیوبیت داره میشه که پس دوباره برشان غرض شود و پس دوباره بتانن که به حالت اول خود بگردن اما زیاتر شینوایی که امروز ما زندگی میکنیم ناتوانیایی که بهش اشخاص به وجود نظر و سطح زندگیشان اقتصاد پایان است و او تواناییش نداره بیشترشان غیر قابل که به صورت کاری سنسینیورال یا حیسی عصبی باشه غیر قابل برگشت است اما شکل ناقلا و کاندکتیو شه میتونه با دکتر خود مراجعه بکنن و دکترش با مشوره لازمی که داره میتونه پیشگیری بکنه و تداوی لازمی که وجود داره بشه. آها سلامت باشین سپاس که که دکتر سبین روز دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه صبح زندگی با ما هستین تشکر زنده باشین سلامت باشید سپاس از اینکه شما هم تا این لحظه با ما همراه بودین تا ساعت ده با ما باشین و از داشته های دیگر برنامه حساب زندگی لذت ببرین اما فعلا بخش تکنولوژی طبی برنامه حساب زندگی ببینیم در رابطه با کدام دستگاه هست.